یکی بود یکی نبود، یه وقتی بود که برای بچه های خوب به جز کانون هیچی نبود. ولی کانون همه چی بود، پر از شعر، موسیقی، قصه، پر از سینما. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران مهد رشد فرهنگ و هنر ایران بوده. ببینید کیا کانونی بودن. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمایی کوچک آپارات. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از خوشنامترین مراکز آموزشی در جهان و شاید معتبرترین مرکز فرهنگی و هنری در ایران بوده و کانون برای بسیاری یه دانشگاه به شمار می اومده. از سهراب شهید سالس، عباس کیارستمی، امیر نادری، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، احمد رضا احمدی، فرشید مسقالی و مرتضی ممیز بگیرید تا کسانی مثل حسین علیزاده، فاطمه معتمداریا، نادر ابراهیمی، اسفندیار منفردزاده و خیلی های دیگه، همه و همه در کانون بودن که تبدیل به چنین هنرمندانی بزرگ در سایه مختلف هنری در ایران و جهان شدند. کانون همچنین از زمان تأسیسش زندگی هزاران هزار کودک و نوجوان رو در ایران تغییر داد و نگرش اونها رو به زندگی عوض کرد. فرای پهلوی در دیماه سال 1344 کانون رو به مدیریت لیلی ارجمند را اندازی کرد و کمی بعد کانون چنان نقشی در رشد و فرهنگ ایران بر عهده گرفت که دوست و دشمن رو به تحسین واداشت. هنوزم که هنوزه هنر ایران و جهان متأثر از آموزه ها و تولیدات کانون در بیش از انقلاب و در یکی دو دهه اول پس از انقلابه. خاطر خدایی مستندساز در مستند کانون که این هفته میبینیم به سراغ اهل کانون رفته و تاریخ و اهمیت کانون رو به روایت اونها ثبت کرده. خانم خدایی مستندساز هست و پیش از این یکی دو فیلم موفق و کوتاه رو در کارنامه‌اش داشته. برای صحبت در مورد این فیلم از ناصر زراعتی، نویسنده و مدرس و منتقد فیلم که سالهای سال برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار میکرده و اکنون در گوتنبرگ سوئد زندگی میکنه دعوت کردیم که با ما همراه باشه تا در کنار این فیلم از زاویه دیگری بتونیم به کانون نگاه کنیم. خیلی خوش اومدید آقای زراعتی. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم، بعد در ورش صحبت میکنیم. ببینیم فیلم رو. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. یه دانشگاهی بود کانون که کسی درس نمیداد به اون صورت. و بعد این فستیوال. لباس کیارستمی فیلمسازی رو در کانون یاد گرفت، مربی راهنمایی میکرد و یک فیلم ساخته میشد. همه چیزایی که نداشتیم کانون بود برامون. لابد بحثایی که داشتن رو بیرون میکردن، ولی تو کانون رحمت برای بچه ها بود. ما یه سیر کوچولو رو دیدیم چقدر تعبیرش کردن. کانون این هفته در آپارات. یکی بود یکی نبود، یه وقتی بود که برای بچه های خوب به جز کانون هیچی نبود. ولی کانون همه چی بود، پر از شعر، موسیقی، قصه، پر از سینما. مستند میشه گفت جذاب و قابل قبولی بود، منتها عنوان فیلم کانون شاید عنوان درستی نبود. خیلی فکر زیرکانه و زیباییه که کسانی که فیلمساز ازشون میخواد این مرغ کانون رو میکشن، هیچ کدوم اون مرغ واقعی رو نمیتونن بکشن. انگار که بعد از گذشته این همه سال اون مرغ اون موقع باقی مونده و اینایی هم که همه در مرغ بودن و پرواز اون مرغ نقش داشتن، حالا یادشون نیست چه شکلی بوده. کانون از اینجا به وجود اومد که من وقتی برگشتم ایران با علی ازت صحبت میکردیم، بودم برم چطوره که یه کتاب خونه برای بچه ها هم درست کنیم اینجا، مثل همونی که در امریکا هست. دوید 200 کتاب خونه ما در مدت که کانون بود ایجاد کردیم. خانم امیر ارجمند در رأس بود و فیروز شیروانی تا اونجا که من میدونم نفر دوم کانون پرورش شد. دولت در فکر افتاد که یک سازمانی رو، یعنی در واقع نیاز به وجود اومد که برای جوان‌ها و نوجوان‌ها و
برای کودکان یک سازمانی وجود بیاد. اسمش برمیاد میگه که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. به یاد اومد از یاد رفت، خیالی بود به باد رفت، بالا رفتیم کوه بود، جنگل انبوه بود، پایین اومدیم دشت بود، باغ درندشت بود. کانون رو دیدیم، ساخته یه خاطره خدایی مستندساز، یه مستند جمع و جور و متمرکز بر موضوعش که بسیار پرملات و خوشساخت بود و فیلمساز کوشیده بود که تا اونجا که میتونه همه بزرگان کانون رو در فیلمش گرده هم بیاره تا تصویر درستی از کانون و اهمیتش ترسیم بشه. در این حال تدوین مناسب و گیرا هم فیلم و روایتش رو خیلی خوب پیش میبرد. ناصر زراعتی نویسنده و منتقد سینمایی و از کارکنان پیشین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اینجا در سینمای کوچک آپارات با ما هست. آقای زراعتی، فیلم رو دیدیم، از نظر شما چطور مستندی بود؟ فیلم خوبی، مستند میشه گفت جذاب و قابل قبولی بود، منتها عنوان فیلم کانون شاید به خاطر اینکه بیشتر میپردازه به بخش سینمایی و تولیدات سینمایی یا بخش فیلمسازی کانون و کمتر پرداخته شده به بخش‌های دیگه کانون، شاید عنوان درستی نبود. من در تیتراژ دیدم که نوشته این بخش قسمتی از تز دکترای خانم خدایی هست که نقش کانون در سینمای هنری ایران از 1149 تا 1169، یعنی در این فاصله 20 ساله ایشون تز دکتراشو می‌نوشته. حتما این فیلم رو در کنار، در واقع اون فاصله 20 ساله کانون رو نگاه کرده، در تز دکتراش متمرکز بر اون دوره تاریخی، بر اون دوره تاریخی هست و اینا. ولی این اگر گفته میش نام فیلم مثلا بخش سینمایی یا فیلم‌های کانون بود، بیشتر قابل قبول بود تا این. و به همین دلیل هم با اینکه میگم فیلم جذابیه، فیلمیه که کلی اطلاعات میده، واقعا وقتی آدم این طیف گسترده رو از چه مدیر عامل سابق کانون خانم لیلی امیرارجمند که در بیرون از ایران هست، آقای سماکار مدیر امور مالی که باز بیرون از ایران هست، که اینا رو پیدا، که خانم شیدا قرچه‌داغی که البته نمیدونم چرا حرفهاش در فیلم نیست و فقط یک نمای کوتاه ازش هست وقتی که میخواد اون مرغ کانون رو بکشه، و حتی هنرجوهای کانون که حالا فیلمساز شدن و خیلی نام‌آورن و خیلی اشخاص دیگه هستن، و پیدا کردن اینها، مصاحبه کردن با اینها، جمع‌آوری اینها کار ساده‌ای نبوده. این که حالا چرا به بخش‌های دیگه نپرداخته، شاید دلیلش این بوده که خود اون آدم‌ها به دلایلی راضی نشدن. مثلا براتون بگم، نمیشه فیلمی راجع به کانون ساخت و بسنده کرد به تصویر یک کتاب از احمد رضا احمدی یا یه عکسی که جمعیه و اون هست. احمد رضا احمدی به عنوان مسئول و مدیر بخش تولید نوار و صفحه نقش خیلی مهمی داشت و کارهای فوق‌العاده با ارزشی کرد. از صدای شاعر، شاید بگیم اولین بار که کتاب گویا در ایران اصلا مطرح شد، کارهایی بود که اون کرد. شاید دسترسی به اینها ممکن پذیر نبوده، و شاید هم این که اصولا واقعا توی فیلم این همه جا نمی شده.
کسانی که توی فیلم دارن صحبت میکنن بیشتر راجع به تاریخ کانون صحبت میکنن تا اینکه بخش سینمایش. حالا به تبع سینماگران و بازیگران و فیلمسازان حضور پررنگ تری دارن، کما اینکه آقای مسخالی رو هم توی فیلم میبینیم و کسان دیگری رو هم همینطور. به هر حال گرچه کسانی نیستند ولی لزوما هیچ فیلمی فکر نمیکنم بتونه همه کسانی کاملا درسته ببینید. ولی وقتی که این فیلم، گفتم اگر این فیلم گفته میشد که مثلا نقش کانون یا سینما در کانون، خب این قابل قبول بود تا حدودی البته. ولی اونا فقط راجع به فیلم اصلا، یعنی شاید خیلی محدود راجع به فیلم صحبت. آره ولی هیچ وقت شما نمیبینید سینماگران بیشتر حضور دارن. ولی حالا میگم یه ده حتما دلایلی داشته، ولی مثلا بخش انتشارات کانون رو که در آغاز فیروز شیروانلو عهده‌دار بود و بعد به عهده سیروس تاهباز افتاد و این همه کتاب‌های خوب از نویسنده‌های مختلف با کیفیت‌های خیلی خوب گردآوری اینها، یعنی من می‌خوام بگم نقش این آدم‌ها، نقش مثلا ارسلان ساسانی که ایده آموزش فیلمسازی رو از آمریکا آورد و این بخش رو راه انداخت، ولی مدیریتش با اسفندیار منفرزاده بود، جایی که من کار می‌کردم از اونجا شروع کردیم اینا. بخش مثلا همون فیلم‌های آموزشی که باز کیارستمی بود، اینها رو اگر هم گفته نشده یا راضی نشدن اون اشخاص، اون شخصیت‌ها بیان صحبت کنن به هر دلیلی، این وظیفه فیلمساز هست که بیاد و اینها رو حالا یا به صورت مثلا جایی که هم استفاده کرده گفتاری رو فیلم باشه یا اشاره بکنه یا حداقل این اطلاعات رو بده. شکل روایی فیلم تغییر میکرد. بله تغییر میکرد، چون اینجا بر اساس گفته اون، گفتم حسنه های فیلم انقدر زیاده که میشه این عیب ها رو، عیب هاش سبکتره. ولی یک بخشی از تاریخچه فیلم هست که متاسفانه با حقیقت همخوانی نداره، با واقعیتی که اونجا بود همخوانی نداره. از منظر شما بعد وقتی که انقلاب شد جزو اولین جاهایی بود کانون که آقایون اومدن، برای شاید اطلاع شنوندگان و بینندگان لازم باشه که بگم آقای کمال خرازی رو به عنوان مدیر عامل آوردن گذاشتن اونجا که در فیلم قضیه شکل اول شکل دومه که آرستمی ایشون هست، و این آقای علیرضا زرین به عنوان کسی که در واقع اون امور رو میچرخوند که بعد جایگزین مدیر عامل شد. تعریفایی که دوستانمون میکنن از علیرضا زرین قابل قبول هست، این کارها رو کرد. عمل صالح آقای علیرضا زرین در اینکه امکانات ساختن فیلم فراهم کرد برای اونا، ولی من شخصا انتظار داشتم که بعد از گذشت 30 و چند سال یا امروز بعد از گذشت 40 سال حداقل، و اینکه کنار رفته این عملهای صالح که گفته میشه، حداقل با یه نگاه منصفانه برخی عملهای ناصالح رو هم بهش اشاره میکردن. اینا وقتی اومدن یک تصویه، یعنی تمام این بخش‌های آموزشی تعطیل شد، یک تصویه اصلا وحشتناکی در مورد مربی‌ها و کتابدارها انجام شد که این انجامید به یک تحسن، تحسنی که 17 شبانه روز اونجا طول کشید. من و یه عده دیگه، من خودم ناخواسته شدم نماینده متحسنین که مربی‌ها بودن، کتابدارا بودن، در اون ساختمان خیابون جم 17 شبانه روز اونجا اینا تحسن کردن. تحسن به دلیل اعتراض نسبت اعتراض این که می‌خواستن اخراج کنن، اخراج کرده بودن، تصفیه کرده بودن. بعد اومدن اونجا، من کوتاه بگم، گفت اینم بگم که شاید کوتاهی از ماها بوده که در این سالها این چیزها رو نگفتیم، اگرچه رسانه‌ای در اختیارمون نبود که اینها رو بگیم، ولی به هر حال اینها هم اسنادش هست، سندهاش هست، هم آدمهایی هستن که حالا بیشتر پراکنده شدن در اقصا نقاط دنیا رفتن و اینها. اینجا شب 17 بود که با حکم دادستانی انقلاب همین آقای رفیق دوست با یه عده پاسدار با این حکم اومد، حکمی که همون موقع ما فرستادیم روزنامه آیندگان هم چاپ کرد که یا میرید بیرون تا یه ربع دیگه یا نه میبندیمتون به گلوله، که ساعت 2 و 3 بعد شب با چه واقعا مشکلاتی این جوونایی هم که اکثرا همسر پرشوری داشتن و خیلی هم
انقلابی بودن و در انقلاب هم واقعا سهم و نقش داشتند، اینها رو اخراج کردن و رفتن و کانون واقعا تبدیل شد به این چیزی که حالا هست. کدوم کتاب در این سالها مثل اون کتابهایی که اون موقع بوده در اومده و این تفاوت اینها؟ ولی حالا به هر حال اگر که یکمی هم برگردیم با از زاویه دورتر و نگاه دورتری نگاه کنیم، واقعا کانون توی این 10 سال به خصوص 20 سال بعد از انقلاب اولیه، خب به خصوص درسه سینما خیلی خیلی در واقع مورد توجه بود. فیلمسازای خیلی خوبی اونجا کار کرد، در واقع محمل شد برای کار کسانی مثل حالا کیومرث پور احمد، مثل عباس کیارستمی و مثل خیلی های دیگه که اون مثل بهرام بیضایی که اومد و کاراشون رو اونجا انجام دادن. در دیگه یه در فیلم بهرام بیضایی ساخت اونجا. خب یک باشو غریب کوچک. بله. خب که همون هم تو اون دوره‌ای که عرض کردم اینها رو جزو عملهای صالح میشه گذاشت، ولی عملهای ناصالح کمی هم انجام نشد اونجا. متاسفانه. ولی به هر حال گذشته از اینها و این بحث ها که به هر حال تو این دوره تاریخی خاصی هم هست و آقای زرعی هم اتفاقا تو حرفاش اشاره میکنه که خیلی هم آسون نبوده اون تغییر و تحولات، آیا واقعا کانون حالا چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، همونطوری که تو فیلم هم اشاره میشه، کانون روشنفکرا بود یا به تعبیر دیگه لانه زنبور؟ میگفتند پیش از انقلاب، به خاطر اینکه من جا داره واقعا اینجا بگم که جز خانم لیلی امیر ارجمند کس دیگه‌ای گمون نمی‌کنم اون زمان میتونست اینجور کانون رو اداره کنه و اینجور واقعا بیسته. من خودم شخصا چندین بار شاهد بودم که چطور وقتی که ساواک ایرادایی میگرفت، اشکالاتی میگه و چند تا اتفاقای چیزم اونجا افتاد، این میایستاد پشت کارمنداش. همون چیزی هم که تو فیلم میگه، میگه من وقتی میدید که کار دارن میکنن و برای بچه‌ها دارن کار میکنن، واقعا با آقای ثابتی مثلا در میافتادیشون و حمایت میکرد از اون کسایی که اونجا کار میکردن، چیزی که بعد از انقلاب درست عکسش شد این ماجرا و مهم بود واقعا. و یه چیز دیگه، کانون حالا اون چیزی که توی فیلم صحبت میشه یا به هر حال طبیعی هم هست، کانون توجهات بیشتر کانون تهران هست، کانون پرورشی تهران. توی شهرستان ها بیشتر در حد یک مرکز توزیع کتاب و آموزش و اینها بود؟ نه اینطور نبود، اینطور نبود. من عرض میکنم ببینید سال 1155 یک تعدادی فیلم ساخته شد به مناسبت، حالا نمیدونم چندمین سال بود حالا دقیقا، ولی قرار شد که یک سری فیلم های کوتاه راجع به فعالیت های کانون و کتابخونه های کانون ساخته بشه. عباس کیارستمی مسئول بخش فیلم های آموزشی بود و تمام کتابخونه های شهرستان های مختلف ایران سه بخش شد. یه بخششو محمد رضا اصلانی رفت این فیلم ها رو ساخت، یه بخششو فکر میکنم فریدون معزی مقدم رفت، یه بخش شهرهای جنوب و تا خوزستان و از بلوچستان و اینها رو یک ماه من و کوروش افشارپناه رفتیم. وقتی برگشتیم 25 تا فیلم کوتاه بین 3 تا 5 دقیقه‌ای در معرفی فعالیت های کتابخونه های شهرستان ها، حتی شهرهای کوچیک مثل بم، مثل راور کرمان، اینا کتاب همون کتابخونه‌ای که تو تهران بود اونجا هم بود و همه این چیزها رو داشت. بعضیاشون که حتی کلاس فیلمسازی داشتن این کتابخونه‌ها که مرکز فیلمسازی که من کار می‌کردم می‌فرستادن و تمام اینا دستگاه نمایش فیلم داشتن، پروژکتور داشتن، کلاس نقاشی داشتن، اینجور نبود. و بعد هم اون کتابخونه‌های سیار بود که مناطق روستایی می‌رفت و یه چیزی که تو فیلم نشون داده میشه ولی گفته نمیشه، یک دونه تریلی بزرگ بود که این در واقع تریلی تئاتر بود که اون موقع اردوان مفید مسئول بخش تئاتر بود که میبردن جاهای مختلف شهرستان ها و تئاتر برای بچه ها میذاشتن. منظورم اینه که اون بازه تولید، یعنی در واقع فعالیت ها در شهرستان ها منجر به مثلا به رشد آدم هایی چه میدونم مثل فاطمه معتمداری ها نشد بودن چرا کرد. بچه هایی هم بودن که از اونجا، خب به هر حال من خودم یادم هست که مثلا از شهرستان ها هم بچه هایی بودن که به دوره دوم آموزش فیلمسازی رسیدن. چرا بود شهرستان ها؟ ولی طبیعتا خب میدونید دیگه پایتخت بود و ایران، تهران نسبت به جای دیگه چیز داشت. به جز این مسئله که صحبت کردیم راجع به کانون نکته دیگه هم هست که بشه ببینید بشه. خود فیلمساز خانم خاطره خدایی در پایان فیلم یه تیکه شعری رو میخونه،
به یاد اومد از یاد رفت، خیالی بود به باد رفت و حالا بخشید. در واقع با این کارش و با اون پروانه‌ای که دو تا صحنه است که پروانه حرکت میکنه، یکی جاییه که یک انیمه، یک نوشته شده فیلمسازی، این صفحه مجله خط و ربط بود که اون موقع من سردبیرش بودم برای مراکز آموزشی در میاد، یکی از طرح‌ها رو اتفاقا یکی از هنرجوها کشیده بود، علی رسولی، طرح خیلی خوبی بود، نمیدونم بعد چی شد که اونو حالت انیمیشن بهش داده و یه پروانه حرکت میکنه. این پروانه رو ما در صحنه پایانی فیلم هم میبینیم که روی تصویر خانم لیلی امیرارجمند میره. به نوعی با این یکی دوتا ظریف کاری ها فیلمساز در واقع نظر خودش رو هم در واقع اون تاییدی که کرده و احترامی که گذاشته به مدیر عامل قبلی و هم با گفتن این تک شعر در تایید این که چی بود چی شد. همونجوری که مثلا مسقالی جمله میگه که مثل همه چیزایی که تو این مملکت هست گل میکنه بعد لگد مالش میکنه. قبلا کانون اینجوری نبود، برای همه بود، برای همه بچه ها. علی قلی حرف جالبی میزنه، میگه مثل یه مادری بود که تمام این بچه ها رو حمایت میکرد. فیلم هم برای فیلم مستقلی هست و در ستایش از این مرکز هنری و تاثیرگذاریش و فیلمسازم فکر کنم که تلاشش رو کرده تا حد ممکن که این نگاه رو حفظ کنه در فیلمش. یه نکته دیگه هم عذر میخوام من بگم اگه تونستیم بذاری، در پایان فیلم این مسئله مرغ کانون هم خیلی فکر زیرکانه و زیباییه که کسانی که فیلمساز ازشون میخواد این مرغ کانون رو میکشن، هیچ کدوم اون مرغ واقعی رو نمیتونن بکشن، انگار که بعد از گذشت این همه سال اون مرغ اون موقع باقی مونده و اینایی هم که همه در مرغ بودن و پرواز اون مرغ نقش داشتن حالا یادشون نیست چه شکلی بوده. شاید هم کشیدنش فقط انقدر سخت بوده. سخت بوده. خب بسیار ممنون و متشکرم از ناصر زراعتی برای حضورش در این برنامه. فرصت دیگه ای نیست از طریق همین راههایی که اینجا داره زیر نویس میشه شما برام بنویسید که کانون رو چقدر میشناسید، چه تأثیری احیانا بر زندگی شما داشته و چه خاطره هایی ازش دارید. تا هفته آینده و یه فرصت دیگه به اتفاق میهمان برنامه، بدرود و پاینده باشید.